به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سخن این جلسه من در اطراف رابطه اخلاق و دینه. در این مسئله یک موضوع اساسی همیشه مطرحه که از اشخاص گوناگون شنیدیم و این موضوع اساسی رو اگر تحلیل بکنیم و به نتیجه برسیم شاید به مسئله اخلاق و دین و رابطه اونها با هم خیلی نزدیک میشیم. مسئله این است که گاهی دیدیم افرادی که خدا ناباورن اما کارهای اخلاقی میکنن و بالعکس خدا باورانی که خود رو اینطوری ظاهرن می نمایانند کارهای ضد اخلاقی انجام میدن. حتی قرآن کریم به اونها اعتراض کرده و جای فرموده بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم ان کنتم مؤمنین. ایمان شما رو به بد چیزی فرمان میده اگر ایمان دارید. معلوم میشه که گاهی اشخاص که اظهار ایمان میکنن ولی عمل بدی میکنن و لذا میگه که ایمان شما رو به بد چیزی فرمان داده، ایمان باید شما رو به چیزهای نیک فرمان بده. به هر حال این مسئله مطرحه به طور اساسی. باید توجه داشت خدا ناباوری که به طرف مسائل اخلاقی میره این نوع اخلاق او چه نوع اخلاقی است؟ آیا اخلاق مبتنی بر سود و زیانه؟ چون معتقد به یک مبدأ مقدس نیست که در برابر او احساس تکلیف و وظیفه کنه. طبعاً باید عقل و خرد معمولی رو به کار ببره و عرض کنم که کارهایی که زیان داشته باشه نکنه و دیگران رو هم مثلا باز داره از اونها، کارهای سودآور رو انجام بده، که این به نظر معقول میاد که باید یه شخص خدا ناباور روش اخلاقیش مبتنی بر سود و زیان باشه. علمای اخلاق در اینجا به او اعتراض دارن، میگن این اخلاق نیست، این یه نوع بازرگانی و تجارته، اخلاق تجاریه. تمام تجار پس اشخاص اخلاقی هستن ولی که همیشه سود رو در نظر دارن و از زیان میپریزن، پس با کار تجارتشون دارن یک کار اخلاقی انجام میدن. به علاوه ایراد دیگری بر این موضوع هست و اون این است که این اخلاق نسبی میشه، یعنی یک وقت دروغ گفتن زیان آوره، طرف دروغ نمیگه، یک بار سود آوره و طرف دروغ میگه. بقیس علا ذالک، یعنی بقیه امور رو هم همینطور مقایسه کن و حساب کن، قیاس کن. بنابراین این اخلاق اعتباری بهش نیست. برای یک ناباور، خدا ناباور که مبناش سود و زیان باشه این مشکلات هست. گاهی گفته میشه که نخیر، مبنای اخلاق برای خدا ناباوران طبیعت انسان ما رو وادار میکنه، فطرت انسان ما رو وادار میکنه که یه شخص اخلاقی باشیم. در اون صورت گفته میشه که اگر شما بخواید به طبیعت انسان استناد بکنید، اون وقت یه مشکل دیگه پیش میاد. اون مشکل این است که شما نمیتوانید هیچ وقت ایثارگر باشید، شما نمیتوانید هیچ وقت خادم جامعه باشید. چرا؟ به جهت اینکه انسان طبیعتاً خودشو بیشتر از دیگران میخواهد. به همین جهت اگه فرزند خودش فوت بشه بیشتر غم میخوره تا فرزند یه شخص غریبه در اون طرف دنیا، معلومه بدیهی. اگر فرض کنید کشور خودش یا دانشگاهی که او در اونجا تحصیل میکنه با دانشگاه‌های دیگه، با کشورهای دیگه مسابقه بده، حالا هر مسابقه علمی یا ورزشی دلش میخواد دانشگاه خودش پیروز بشه، و اگر فرض کنید تیم خودش با تیم‌های دیگر مسابقه بده دلش میخواد تیم خودش پیروز بشه،
و اگر خودش با افراد دیگر مسابقه بده، حالا چه زور آزمایی بدنی باشه یا فکری، دلش میخواد خودش پیروز باشه. خب حالا که اینطور شد، از چنین شخصی که خودشو بر دیگران ترجیح میده میپرسیم تو چرا ایثار میکنی؟ چرا حالا باید خودتو فدا کنی تا دیگران بالا برن؟ اگه مبنا طبیعته، طبیعت انسانی، خودخواهی رو مقدم میداره بر دیگر خواهی. چرا تو این قانون رو شکستی؟ تو که برخلاف طبیعت داری رفتار میکنی. شاید مثلا میگوید که خب بعد از من، بعد از مرگم، در اثر این ایثار، فداکاری، تحمل زحمات، نام من بلند میشه. خب وقتی که تو معتقد به خدا و طبعا بقاء پس از مرگ نیستی، 100 میلیون نفر هی برای تو هورا بکشن، چه تأثیر برای تو میکنه؟ طبیعت تو چی دریافت میکنه از این موضوع؟ چیزی دریافت نمیکنه که. پس بنابراین یه وهم و یه خیاله که در روزنامه ها مثلا عکست رو چاپ کنن، نام تو از هم به بزرگی یاد کنن، به تو چه میرسه؟ طبیعت تو چی گیرش میاد؟ بنابراین میبینیم که این راه که راهه که به اصطلاح اخلاق مبتنی بر سود و زیان باشه، اخلاق صحیح و واقعی نیست. و همینطور اخلاق هم اگر مبتنی بر طبیعت انسان باشه، عرض کنم که در این صورت این هم ره به جایی نمیبره و انسان رو نمیتونه ایثارگر کنه، چون اوج اخلاق در اون مسائل فداکاری، خدمت، ایثارگری و از این قبیل اموره. مسئله دیگر اینجا پیش میاد و اون که ممکنه کسی بگه که اخلاق من که خدا ناباورم متکیست بر کرامت نفسه، همطور که اسلامیان میگن، که میگن مبنای به اصطلاح اخلاقی در اسلام اذا مر رو به لغوه مر رو کراما، کرامت نفسه. یعنی برای انسان یه شخصیت والایی من خدا ناباور قائل هستم و از این جهت خودم آلوده به هر مسئله عرض کنم که ضد اخلاقی نمی کنم، خودم رو والاتر از اینها می دونم. در پاسخ این قضیه میگیم که اگر شما به یک ایدئولوژی، به یک اعتقادی، به یک اندیشهی فراتر از اندیشه مادی قائل باشی، شخصیت انسان رو یک کرامت معنوی و روحانی مهمی بدانی، عرض کنم که خب حق داری که بگی که من خودم رو نباید آلوده بکنم، نفس من ارزشش خیلی بالاتر از این هاست که در برابر مسائل غیر اخلاقی سر تعظیم فرود بیاره. اما اگر تو فلسفت این باشه که من یه موجودی هستم که عوالم طبیعی یا تصادفات طبیعی منو پدید آورده، کور و بی هدف و عرض کنم که و به تدریج در زیر چرخ زمان نه میشم و از بین میرم، لذا ارزش چندانی برای من نیست، فقط دم غنیمت این لحظاتی که هستم و زندگی میکنم یه لذاعزی ببرم و متمتع بشم. بنابراین اینجا ارزش فوق العاده ای، ارزش روحانی والاتر از مادی برای انسان نمیتونه قائل بشه انسان، مگر اینکه معتقد به یک افکار و اندیشه هایی باشه که من آفریده شده در خلقت هستم، از خلقت من هدف داری شده، هدف مقدسی برای آفرینش من هست، من باید خودم رو به اون هدف برسونم و این مسائل ضد اخلاقی مانع راهه و سد راهه و من باید این سد راه رو بردارم. در آن صورت اصلا دیگه نمیتونم یه آدم مادی باشم که تصورم این باشه که همین 4 روزه در طبیعت هستم و دم غنیمت هست. بنابراین به اون صورت هم که بگیم برای یک خدا ناباور، این اخلاق انسانی، اخلاق عالیه مبتنی بر کرامت نفس انسانه. اما
اگر کسی معتقد باشه به این که من اگر ایثارگر هم باشم چیز رو از دست ندادم، برای اینکه خدایی دارم که پاداش من رو به احسن وجوه به بهترین نحو خواهد داد، بنابراین حتی در حساب سود و زیان هم من زیان نکردم، و اگر معتقد باشم که یک هدف بزرگی از خلقت من در نظره و طبیعت کور و بی هدف و اینها نیست و معتقد باشم به هدفداری عالم و خدای هدفدار جهان، اونم باز جدا شدم از ناباوران خدا. در این صورت میتونم اخلاقی باشم. منتها اینجا یه مشکلی هست و اون مشکل این است که این اخلاقی که در برابر پاداش و جزا قرار میگیره یا در برابر بهشت و دوزخ قرار میگیره، اینم باز اخلاقی نیست، اینم باز یه تجارتی است در نظر گرفتن سود و زیانه که من به امور اخلاقی رغبت بستم به خاطر ترس از دوزخ یا رغبت شوق به بهشت، پس باز من یه انسان اخلاقی کاملی نیستم. جواب این شبه این است که بسیاری از مسائل انسانی هست که انگیزه های اولیش میتونه سود و زیان باشه، بعد یواش یواش انسان واقعیت اون قضایا رو میشناسه، خوبی اونها رو درک میکنه و صرف نظر از سود و زیان به اونها عشق میورزه. مثلا معرفت خدا همینطوره، ممکنه کسی اول از ترس به طرف خدا بره یا از شوق نعمتهایی مثلا، بعد یواش یواش با حقیقت خدا آشنا بشه و در اثر عباداتی که میکنه به او عشق بورزه و به تدریج مثل علی علیه السلام بگه که الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، این افتخار برای من کافی است که بنده تو کمال نامتناهی باشم، ای کمال نامتناهی بنده تو باشم، و کفا بی ازدن ان تکون لی ربا، و این عزت برای من کافی است که تو وجود کامل نامتناهی رب من باشی، پروردگار من باشی، خداوندگار من باشی. اتفاقا مسئله همینطور هم هست. گاهی از اوقات هست که کودکان رو برحذر میدارن، میگن فلان حرف رو نزنید بده، و حتی میترسانن کودک رو از کار زشت، از عمل بد، ولی به تدریج عقلش که رشد میکنه وقتی که اون کار رو ترک کنه محاسن اون کار رو، یعنی اون ترک رو، محاسن اون ترک رو درک میکنه، میفهمه. یواش یواش بدون توجه به جزا و کیفر اون عمل رو نیک میدونه. عجیب آیه ایست در قرآن، میدونیم که عرب ها خوب ابتدا انذار میشدن، یعنی ترسانده میشدن، ولی بعد وقتی که وارد حوزه می شدن، نیکی کردن، پرهیز از دروغ، پرهیز از غیبت، پرهیز از تهمت، عرض کنم که تقوا داشتن، چنان اینها رو به اصطلاح به خود جلب می کرد که قرآن میگه حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان محبوب شما شده، زینت پیدا کرده در دل هاتون، و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر و نافرمانی و فسق و بدکاری مکروه و ناپسند شده در نظر شما. به تدریج انسان اینطوری میشه. لذا علی علیه السلام در یکی از بیانش میگه که العبادت و ثلاثه، سه جور عبادت هست، قوم عبد الله رهبتن فتلکه عبادت العبید، قومی هستن که از ترس عبادت میکنن، این عبادت غلامانه، و قوم عبد الله رغبتن فتلک عبادت و تجار، قومی هم هستن به عشق و شوق بهشت عبادت میکنن، اینم عبادت تاجرانه، هیچ کدومشون عمل 100% و خالص اخلاقی نیست، و قوم عبد الله حبا له، و قومی از محبت و عشق خدا او رو میپرستن و با او
راز و نیاز میکنن، برای که اون در نظرشون اینطوری تعریف شده که او یعنی کمال مطلقه، کمال مطلقه، هیچ نقصی در اون نیست، لذا او رو تسبیح میکنن، یعنی پاک میشمارن، تنزیه میکنن از هر نقص و کاستی. چنین وجود کاملی رو به تدریج به او عشق میورزن و میگه ما عبد تو که شوقن الى جنتک و خوفن من نارک، تو رو عبادت نکردم به خاطر شوق به بهشت و ترس از دوزخ، بلکن عبد تو که حبن لکه، روی عشق و محبت به تو من تو رو عبادت میکنم. خب همم اینطور نیستن و از همم نخواستم که 100% اینطوری باشن، ولی به تدریج اگر به اصطلاح عبادات انسان صحیح باشه میره به این طرف. بنابراین اون کسانی که خدا ناباورن ولی در این حال اخلاقی هستن، اگر مبنای اخلاقشون سود و زیانه، همونطور که گفتم همه جا نمیتونن اخلاقی باشن و همه جا نمیتونن ایثارگر و فداکار و خدوم باشن، خدمتگزار باشن، منطقی نیست اصلا و عملا هم اینطور نیست. اگر برخلاف مصالحشون پیش بیاد، چون حساب سود و زیان مادی کردن، معتقد به معنویت و خدای تعالی و این حرفا، هدفهای عالم و انسان برای اهداف خیلی عالی و شرافتمندانه خلق شده و اینا نیست تو ذهنشون، موجودی هستم که تکامل مرا اینجا آورد و به زودی هم زیر چرخ زمان له میشم، مثل کرمی از بین میرم و نابود میشم، بعد از مرگم که هرچه او را بر من بکشن، همطور گفتم چیزی نمیفهمم. بنابراین اینجا اخلاقی هستند، جای دیگه ضد اخلاق هستند، در اعمالشون تزلزل هست، در اعمالشون عرض کنم که تفاوت هست. و همینطور کسانی که ظاهرن خدا باورن و اخلاقی نیستن، اونام همون کسانی هستن که در مراحل بازرگانی قرار گرفتن و در مراحل بیم و ترس از دوزخ قرار گرفتن و گاهی از اوقات میگن که خب نقد رو بر نسیه ترجیح میدیم، اون وعده بهش نسیه است، فعلا این لذت و این سود پیش آمده و نقده و نفسشون اون قدرت رو نداره که عاقبت اندیش قوی باشه و عاقبت عالی رو عرض کنم که و عاجل رو، یعنی آینده رو، به این لذت نقد و عاجل یعنی شتابنده و نزدیک ترجیح بدن، لذا مقهور میشن و خطا میکنن و به غلط میفتن، به خصوص که اگر دیانتشون طوری باشه که اونا رو به کلا شرعی عادت داده باشیم و پیشوایان فاسد دینی توجیه کرده باشن برای اونها و عادت داده باشن او رو به حرامخواری، به رشوه‌خواری و اسم اینها رو عرض کنم که توجیهات دینی قرار داده باشن. در نهج البلاغه یه خطبه ایست از علی علیه السلام که فرمود وقتی که این آیه نازل شد که احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بهم لا یفتنون، آیا مردم گمان کردن که همینقدر که بگن ایمان آوردیم رها میشن و مورد آزمایش قرار نمیگیرن؟ من از پیامبر پرسیدم که آیا مسلمانان مؤمنان هم در معرض این آزمایش قرار میگیرن؟ پیامبر فرمود بله. گفتم پس چطور کسانی که ایمان دارن دچار لغزش میشن؟ فرمود که اینها توجیهگر میشن، یأکلون الرشوت بالهدیه، یأکلون الرشوه بالهدیه، رشوه رو میخورن به اسم که این هدیه ایست، آقا هدیه به ما داره، یأکلون الربا بالبیع، رباخوری میکنن، بابا اینم یه نوع معامله است، معامله ای داریم میکنیم، توجیه میکنن. به هر حال پیامبر از قول علیه السلام نقل شده که اینطور فرمودن که کسانی هستن از نظر عبادت و به اون مقام محبت خداوند نرسیدن و صفات اخلاقی در ذهنشون زینت پیدا نکرده،
یه ترس و خوفی پیدا شده. این مقدمه است، بعد از این مرحله برن بالاتر و برسن به اون مقامی که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، چون که در سوره بسیار اخلاقی حجرات از قرآن آمده که متنفر بشن از دروغگویی. علی علیه السلام در یکی از خطب نهج البلاغه فرموده که کسانی صادقند که صدق و راستی به زیانشون باشه باز هم راست بگن و دروغ به نفعشون باشه باز هم دروغ نگن. و ظاهراً علی علیه السلام از این آیه این رو فهمیده که می‌فرماد کونوا قوامین بالقسط شهدا علی الله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا. یک قیام کننده به عدالت باشید، یعنی کوشش بکنید که عدالت اجرا بشه و شهادت برای خدا بدید، شهادت به راستی بدید، هرچند بر زیان خودتون باشه و بر زیان پدر و مادرتون باشه و بر زیان نزدیکانتون باشه، اگرچه اونها غنی یا فقیر باشن، به خاطر ترحم نسبت به فقرشون شهادت باطل ندید، حق دیگران ضایع میشه، یا به طمع غنای اونها شهادت به باطل ندید، حق دیگران از بین میره. قرآن کریم 1400 سال پیش تو اون تبهش عرب دختر زن به گور کن و بت پرست که به قول زمخشری میگه بت رو از خرما درست میکردن، صبح و ظهر گرسنه‌شون میشد، خدای خرمایی رو میبلعیدن و میخوردن. چنین مردم نادانی، این تعالیم رو قرآن کریم در اون زمان اظهار کرد. دو نکته میمانه در آخر بحث که باید این دو نکته رو اضافه کنم و اجمالا پاسخ بش بدم. یکی این که طرفداران اخلاق منهای دین گاهی استدلال میکنن که ما با کارهای اخلاقی که میکنیم رضایت خاطر پیدا میکنیم، آرامش وجدان پیدا میکنیم، به خاطر این قضیه رو تعقیب میکنیم و آدم اخلاقی هستیم. باید توجه کنیم که این موضوع قابل انتقال نیست، برای اینکه بسیاری کسان هستن تو جامعه وقتی که سر دیگری رو کلا میذارن و حیله میزنن به او و عرض کنم که استفاده کلانی میکنن، شاد میشن و از شادی به رقص میان و خودشونو زرنگ میدونن و یه موفقیتی میدونن. اتفاقا بیشتر مردم اینطور هستن. بنابراین شما میگی من وقتی که این کارو میکنم این احساس میکنم، اون میگه خب من این احساسو نمیکنم، چجوری میتونی این احساسو بهش منتقل کنی؟ نه تنها مردم عادی گاهی اینطورن، بلکه فلاسفه. یادم میاد که برتران راسل تو کتاب تاریخ فلسفهش گفته که کانت یکی از ادله وجود خدا رو مسائل اخلاقی میدونه. ما دنبال برهان هستیم. کانت اینطوری احساس میکرده، من اون احساس رو ندارم، چجوری میتونه در من این احساس رو ایجاد کنه؟ باید دلیل بیاره، برهان بیاره. پس مسئله دین و اعتقاد به خدا یه امر عقلانی میشه، نه صرفا یه امر احساسی. حالا در این مسئله، یعنی این مسئله اخلاق، که خیلی توسعش زیادتره، بیشتر مردم از این که یک به اصطلاح کاری میکنن که سودی میبرن، استفادهی میکنن، لذتی میبرن، ولو حالا یه کسی دیگری هم ضرر در این کار، خودشونو زرنگ میدونن، افتخار میکنن، لذت میبرن. پس بنابراین اینجا اخلاق رو یه امر شخصی کردید که هیچ ضمانت اجرام نداره، در بعضی ها هست، در بعضی نیست، باز این یه مسئله اخلاقی نمیشه. گاهی میگن که خب اگر ما امر اخلاقی رو زیر پا بذاریم، تمام افراد بشر هم زیر پا بذارن مثل ما، جامعه نظمش به هم میخوره و خود ما ضرر میبینیم. جوابش این است که اتفاقا اشخاصی که کارهای غیر اخلاقی میکنن
هیچ وقت نمیان دستی رو چونهشون بذارن فکر کنن که اگر تمام جامعه این تقلب رو میکرد اون وقت نظم جامعه به هم میخورد، بنابراین ما هم استفاده نمیکردیم، زیان میبردیم. اونا میگن خب من این کار میکنم، یواشکی هم مثلا چه بسا دارم میکنم، از کجا همه این کارو بکنن؟ شاید همه نکردن این کارو. و اون تحریک هایی که شده، احساساتش تحریک شده، منافع آنی میبینه، یه فکر فلسفی که اگر تمام مردم این عمل خلاف رو مرتکب بشن نظم جامعه به هم میخوره، بعد منم چونی که از افراد این جامعه هستم بعد زیان میبینم. طرف میگه نه، همه که این کارو نمیکنن، این زرنگی منه که من دارم میکنم. اینم باز ضامن اجرا نداره این اندیشه. این اندیشه خوبه، این همون قانون طلایی است که قبل از اینکه کانت بگه پیامبر اسلام گفته و علی علیه السلام گفته که اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک، نفس خودت رو مثل ترازوی قرار بده بین خودت و به دیگران. فحب لغیرک ما تحب لنفسک، هر چی برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست دار داشت باش. و کره له ما تکره لها، و از هر چی برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. این قانون اخلاقی که خود رو میزان قرار دادن و ترازو قرار دادن، این تنها اخلاقیین جدید و فلاسفه تازه امثال کانت و اینها نگفتن، 1400 سال پیش اسلام اینو گفته، حتی پیامبر هم باز گفته. شما مؤمن نیستید، عرض کنم که مگر اینکه دوست داشته باشید برای برادرتون اونچه که برای خود دوست دارین، که در صحیح مسلم، صحیح بخاری، کتب اهل سنت هم آمده. مقصود این که پس این قضیه درسته، منتها این ضامن اجرا نداره. به یک شخصی که عمل غیر اخلاقی میکنه میگیم آقا هر وقت خواستی هر عملی بکنی دست بذار زیر چونت، فکر کن اگه تمام مردم جهان این کار رو میکردند، عرض کنم نام جامعه مختل میشه. اون هیچ وقت این فکر نمیکنه، میگه از کجا شاید هم نکردن این کار رو، فعلا حالا منافع من به خطر افتاده، لذت دارم میبرم، سود میبرم، ولذا هیچ ضمانت اجرا نداره. البته پشت سر این موضوع یه بحث وسیع عقلی هم هست که وقت ما تمام شده، شاید در آینده به اون هم انشاءالله بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله.